تجربه جدیدی نیستش برای جامعه ایران، در طی سالهای گذشته بارها این اتفاق افتاده. اما در ابتدای بحث من میخوام به این اشاره بکنم که اینکه پیکان حمله رو فقط بگیریم به سمت سلبریتی ها، یک نوع هدایت افکار عمومی به این سمت هستش که از اولین شخص مملکت سید علی خامنه ای که مشخصا در مورد محصولی که همین کمپانی در موردش حرف میزد آیفون، اون ورود اون رو به ایران محدود کرد و در سخنرانی های علنی در موردش حرف زد، در مورد اینکه این شرکت از کجا مجوز گرفته و چطور مجوز گرفته، و در کنارش اینکه پلیس فتا که کوچکترین فعالیت هایی رو در شبکه‌های اجتماعی بررسی میکنه و بسیاری از ایرانیان فقط به خاطر کوچکترین اعتراض در شبکه‌های اجتماعی احضار میشن یا بازداشت میشن، و یا نظارتی که بر کارتخوان‌ها وجود داره، نوع وامدهی که وجود داره، همه اینها رو باید در ابتدا در نظر گرفت ولی بعد بریم سراغ سلبریتی ها و در مورد اونها هم حرف بزنیم. اگر اینجا در مورد سلبریتی ها حرف میزنیم و در مورد کسانی که این تبلیغات رو انجام دادن، همه ما میدونم که دوستان دیگه هم همین نظر رو دارن، چشممون رو نمیبندیم روی اینکه چطور در یک ساختار فاسد، در یک فساد کلانی که تمام ارکان سیاسی و اقتصادی ایران رو در بر گرفته، یک شرکت هم همین کارو میکنه و طبق معمول به تیتر اخبار تبدیل میشه. اما در مورد سلبریتی ها، اگر که اونها آگاه باشن به لحاظ قانونی، همونطوری که در واقع حقوقدان ها توی این روزها اشاره کردن، اگر که آگاه بودن نسبت به اینکه کلاهبرداری داشته صورت میگرفته که شریک جرم محسوب میشن، هر کدوم از این سلبریتی ها برای اینکه بخوان در این تبلیغات شرکت بکنن صدها میلیون پول گرفتن برای اینکه در این تبلیغات شرکت بکنن. من فکر میکنم اولین و مهمترین کاری که همین افراد میتونن بکنن اینه که اول بپذیرن که مسئولیت دارن. این چیزیه که متاسفانه اصلا نه در هنرمند، نه در نویسنده، نه در سیاستمدار در ایران گویی که فراموش شده که مسئولیتی وجود داره. همه کسانی که تو این تبلیغات بودن در طی روزهای گذشته دارن با جملات احساسی و تبلیغاتی میگن که ما هم کنار شما هستیم، اما بهتره که به جای اینکه فقط در حرف کنار در واقع مال باخته ها باشن، از اون صد میلیون و صدها میلیونی که هر کدوم از این چهره ها گرفتن برای اینکه در اون تبلیغات باشن بیان و از همونجا شروع بکنن که بخوان بخشی از پول مال باخته ها رو بدن. و هر کدوم از همونطور که شما اشاره کردین 200,000 نفر از کسانی هستن که تا الان مشخص شده که مال باختن، 230,000 تومان هر یک نفری که رفته شکایت بکنه مجبور شده که به قوه قضاییه بده، یعنی یک مبلغ خیلی زیادی فقط به جیب قوه قضاییه رفته و همون پول رو حداقل میشه همین افراد مسئولیت کارشون رو بپذیرن و اون بخش از هزینه رو بخوان پوشش بدن. بله، 46 میلیارد تومان میشه خانم گلروی، مبلغی که اشاره میکنید اگر 200,000 نفر رو بگیریم برای هر شکایت 230,000 تومان اگه داده باشن، 46 میلیارد فقط در جیب قوه قضاییه میره برای ثبت این شکایت ها. بحث مصادره اموال این فرد هم هست که حالا معلوم نیست آیا بعدتر بخواد به دست مال باخته ها برسه یا نه.